دوستان و یاران مهربان، شنوندگان گرامی من، یادمان باشد که زندگی در گروه هیچ بند و رسن و تله‌ای نیست، تا اینکه کسانی خودشون رو نگهبان آن رسن و تله معرفی کنند، بلکه انسانیت، اخلاق، خردگرایی، تعقل در عدالت منبعی است برای آزاد زیستن و عشق و مهر و محبت و دوست داشتن، منشأ اخلاق و عدالت و نصفت و صداقت می باشد. باید بهتون بگم هر کس غیر از این بیندیشد زندگیش را هدر می دهد. یاران گرامیم، 50 برنامه از عصر جدید رو میخوام براتون تعریف کنم. محققا فراموش نکرده اید که هفته قبل در باب حجاب و چگونگی برخورد رضا شاه با امور حجاب و چادر و روبنده یک کمی توضیح دادم. اینک باید قضیه را به صورت بنیادی برای شنوندگان عزیزم روشن نمایم. حالا آخرین روزهایی که قاجارها در سراشیب فرو افتادن بودند، انگلستان 2 را برای حاکمیت در ایران و چگونگی اجرای مفاد قرارداد 1919، یعنی تقسیم کشور بین روس‌ها و انگلستان، در نظر گرفته بود. اول نصرت دوله فیروز، دوم سید ضیاءالدین، جوان 32 ساله‌ای که پدرش یکی از مرتجع‌ترین آخوندهای ایران بود. همه کوشش هم آن بود که ارتش ایران مثل ارتش هند کاملاً زیر نگین افسران انگلیسی قرار بگیرد. یک خزانه‌دار مالی هم با عنوان مستشار مالی از انگلستان به ایران بیاید و با چند تن دستیار همه امور مالی و امور ارتش و سایر امور رو در اختیار داشته باشد، تا برای همیشه مقامات انگلستان خیالشان از بهره برداری از منابع مختلف ایران راحت می شود. و وزارت جنگ انگلستان هم با یک برنامه‌ریزی دقیق تصمیم داشت تا به منظور کم کردن هزینه‌های سنگین نگاهداری ارتشش در ایران، تمام ارتش انگلیس رو که عبارت بودند از گروهی سربازان هندی، بنگلادشی، سومالیایی و تعدادی افسر انگلیسی، آنها را از ایران خارج کند و به پایگاه اصلی خودشان در عراق که مرکز فرماندهی نظامی انگلستان بود منتقل کند، که این امر زیر نظر ژنرال ایرونساید و سرهنگ اسمیس انگلیسی قرار داشت. طبق نوشته ژنرال ایرونساید باید وقتی که سرفرماندهی ارتش انگلستان دستور داد تا ارتش انگلیس از ایران بیرون برود، او ناگزیر شد که یک فرمانده ایرانی را انتخاب کند تا نیروی قزاق را طبق تعلیمات و دستورهای صادره انگلیس ها اداره نماید، که بر اساس گفته ها و نوشته های ایرونساید در خاطراتش، او میر پنج‌رضاخان رو از همه افسران ایرانی برای فرمانده نیروی قوای قزاق شایسته‌تر تشخیص داد.
در نتیجه رضاخان صاحب قدرت شد. اما وزارت خارجه انگلستان که با حیله‌گری تمام و با برنامه ریزی کامل سید ضیاء رو به نخست وزیری رسانده بود، به اصطلاح خیالش از هر جهت راحت بود که سید ضیاء مجری فرامین انگلستان خواهد بود. به همین سبب هم نخستین اقدام آقای سید ضیاءالدین این بود که 12 نفر افسر انگلیسی را به منظور تربیت نیروی جدید قزاق فراخواند تا ارتش ایران را طبق دلخواه آنها سازمان دهی کند و اداره نماید. و همچنین برای خزانداری هم در صدد بود که چند تن اقتصاددان را از انگلستان دعوت کند، که خوشبختانه دوران نخست وزیری سید ضیاءالدین بیش از 100 روز دوام نیاورد، زیرا که رفتارش طوری بود که احمدشاه جوان رو به سختی عصبانی کرده بود. احمدشاه روزی که متوجه می شود نمی تواند بیش از این 100 روز سید ضیاءالدین را تحمل کند، رضاخان سردار سپه رو احضار می کند و از او چاره‌جویی می نماید. وقتی رضاخان به او می گوید که من تسلیم اعلیحضرت هستم، شاه تصمیم می گیرد که سید ضیاء را تحت الحفظ به خارج ایران بفرستد، که این امر البته سخت مورد مخالفت انگلستان واقع شد. اما رضاخان خیلی سریع امر پادشاه را اجرا کرد. در نتیجه 2 روز بعد از اخراج سید ضیاءالدین، آقای قوام السلطنه که در زندان بود به نخست وزیری برگزیده شد. قوام السلطنه نخستین اقدامش آن بود که برنامه دعوت خزاندار انگلیسی رو به هم بزنه تا از دکتر میلیسپو امریکایی برای اداره امور مالی ایران دعوت کند. و رضاخان میرپنج هم آن روز هم سردار سپه هست هم وزیر جنگ، فوراً عذر آن 12 افسر انگلیسی را خواست و آنها را به انگلستان بازگردان. خب که طبیعتاً تمام برنامه سلطه انگلستان در ایران با این اقدامات به هم خورد. همین امر موجب شد تا مقامات انگلستان نسبت به رضاخان عصبانی بشوند و در تمام کارهای او سنگ اندازی کنند. حالا در مورد حجاب، انگلیس ها فرصت کاملی رو به دست آوردن تا با ایجاد شورش و بلوا موجبات به هم ریختن نظم کشور رو فراهم کنند. 3 گروه با رفع حجاب و تغییر لباس مخالف هستند. اول انگلستان که در کمال حیله ورزی و در پنهان به آتش شورش دامن میزند. دوم آخوندیسم که با همراهی با مقامات انگلستان کوشش داشته تا به هر وسیله ای مانع از اجرای برنامه رفع حجاب و به اصطلاح آزادی زن بشود. و سوم یک گروه عظیمی از مردان متعصب و خرافه پرست ایرانی که در مقامات و مناصب مختلف جای گرفته بودند و این ماسیده 500 ساله از دوران قبل، یعنی از پیش از صفویه، رو یک فرمان الهی می دانستن و حاضر نبودن تا هیچ گونه تغییری در وضعیت خانه و خانواده و به اصطلاح آزاد کردن خانم ها بدن. یک نمونه از آن اشخاص رو هم در برنامه قبل براتون معرفی کردم، آقای مخبر السلطنه هدایت، که مثل ایشان در ایران خیلی زیاد بودن.
در مقابل این سو گروه نخست خب خود رضا شاه بود که از سفر ترکیهش درسی گرفته بود و نهایت علاقه را داشت تا این مانع بزرگ را از سر راه بردارد. دوم، گروهی از مردان تحصیل کرده و ملیون ایران که اغلب آنها یا در اروپا تحصیل کرده بودند یا در هر حال به اروپا سفر کرده بودند و وضعیت زنان را در اروپا مطالعه کرده و بررسی کرده بودند. همراه با رضا شاه می‌خواستند تا ولو به صورت ظاهر این چادر سیاه رو از سر زن بردارند تا زن ایرانی آهسته آهسته بتواند درست اندیشی را تجربه کند و فرا بگیرد که او هم موجودی است مانند مرد که باید در جامعه فعال و پرتکاپو به سر ببرد. سوم هم باز گروهی از خانم ها بودند، مثل خانم رشدیه، مثل خانم تربیت، که آنها با بررسی و مطالعات کامل در دانش اندوزی و پرورش فکری زنان متوجه شده بودند که تا حد ممکن با این اندیشه رضا شاه باید همفکری و همکاری کنند. اما متاسفانه جامعه عقب مانده و خرافه پرست ایرانی که هنوز فقط مسجد و سجده و سجود و بندگی و اطاعت را در سر روحه زندگیش قرار داده بود، به خصوص طبقه بازاری و تجارت پیشه که با آخوندیسم یا با وصلت‌های فامیلی یا خواندن صیغه اخوت کاملا هم فکر و هم عقیده بودند و همه روزه در مسجد و موقع نماز ظهر و مغرب و عشا سر بر آستان آخوندیسم می‌گذاشتند، طبیعتا نمی‌توانستند به راحتی فرامین رضا شاهی رو در مورد حجاب و تغییر لباس بپذیرند. حالا میخوام شما رو ببرم به قم و مشهد، دو مرکز خرافه پرستی و جهالت که هر روز با پشتیبانی پنهانی ماموران انگلیسی و برنامه ریزی آخوندیسم یک مشکل بزرگ یعنی شورش برپا می شد. فریاد با اسلاما با آسمان بلند بود. در نتیجه وقتی طرفداران رفع حجاب متوجه شدند که این امر به صورت طبیعی و به آسانی در ایران پیش نمی رود، ناگزیر به دخالت خشونت بار می شدند که این موضوع خود دستاوردی بود برای مخالفین که فریادشان را بلندتر کنند. حالا در تاریخ نوشته شده و من هم شخصا قضیه رو از زبان آقای مهندس قصبه‌ای، داماد برادر مرحوم فروغی که نسبت نزدیکی با آقای فروغی داشت شنیدم. رضا شاه وقتی متوجه می شود که آخوندیسم و گروهی از متعصبین خرافه پرست در مراکز مذهبی فریاد بلند کردند، در صدد چاره‌جویی برمی آید. یک روزی به آقای فروغی نخست وزیر میگوید که شنیدم که داماد شما آقای محمد ولی خان اسدی که چند دوره هم نماینده مجلس بوده از ملاکین میباشد و در خراسان زندگی میکند، چرا ایشان را به کار دولتی دعوت نمیکنید؟ ایشان که مرد تحصیل کرده و فهیمی است. گویا فروغی در پاسخ رضا شاه میگوید که آقای اسدی مدت هاست خودش را از کارها کنار کشیده و علاقمند است که در کار زراعت و کشت و زرع خود را مشغول کند و با توسعه کشت و زرع به اصطلاح خیلی هم راضی است. خب یه چندی می گذارد.
طبق روایت آقای فروغی. باز دوباره یک روزی اعلیحضرت به فروغی میگوید که من درباره اسدی پرسجو کردم، ایشان مرد پرکار و توانایی است. فروغی دوباره در پاسخ میگوید که صحیح است که مرد مطلع و توانمندی است، ولی اعلیحضرت او علاقه به کار دولتی ندارد، به همین جهت خودش را مشغول کار کشت و زر کرده است. اما مجدداً رضا شاه میگوید که شما ایشان را دعوت کرده اید هرگز به کار؟ فروغی میگوید که چند بار با هم صحبت کردیم، ولی ایشان توضیح میدهد که علاقمند نیست به کار دولتی وارد بشود. رضا شاه میگوید که حتی اگر من رسما از ایشان دعوت کنم او چه خواهد گفت؟ فروغی در رو درواشی گیر میکنه، میگوید که البته امر اعلیحضرت امریست مطاع. رضا شاه میگوید که خیلی خوب، حالا که امر ما امر مطاعی هست، من او رو به نیابت تولیت آستان قدس رضوی منصوب میکنم. با او تلگراف کنید فورا به تهران بیاید، خودش رو معرفی کند و ترتیب کارهایش را بدهد. فروغی ناچار میشود که این امر بپذیرد، چون نمیتونست دیگه در جواب رضا شاه مطلبی بگوید. اما میدونست که اسدی علاقه به این مسائل نداره، ولی در این حال وقتی کاری رو به او محول میکنند در نهایت درستی و صداقت انجام میده. وقتی فرمان تلگرافی به اسدی میرسد، او ناگزیر فوراً به تهران میآید، خودش را به دربار معرفی میکند و رسما سمت نایب تولیه آستان قدس رضوی به او واگذار میگردد. در سالهایی که او در این سمت بود به چند کار بزرگ دست میزند. تبدیل دارالشفای حضرتی به یک بیمارستان مجهز و کامل به نام بیمارستان امام رضا که سالیان سال همه مردم مشهد رو میپذیرفت و مجانی معالجه میکرد. انتقال آب به مشهد که این امر بزرگی بود برای اینکه مشهد در بیابی میسوخت. احداث کارخانه بزرگ برق که هزینه بیمارستان امام رضا از محل آب و نمان آن کارخانه تأمین می شد، در نتیجه تمام کارهای بیمارستان مجانی بود. ایجاد مجموعه کوهسنگی و خیابان کوهسنگی، احداث نخستین دبیرستان های شهر مشهد به نام دبیرستان فیروز و فردوسی و دبیرستان شاهرضا، احداث خیابان تهران و خیابان تبرسی و بسیاری اصلاحات دیگر، از آن جمله کار به کاری دست میزنه که مورد مخالفت بسیاری از سران بوده است. جلوگیری از هزینه های بی جای آستان قدس رضوی. مثلا در آستان قدس رضوی یه دفتری وجود داشت که بسیاری از عازم و بزرگان شهر به خصوص فرماندهان لشکر خراسان و رئیس شهربانی به نام خادم امام رضا در آن دفتر نامشان ثبت می‌شد، بدون اینکه هیچ کاری بعد از آن به عنوان خدمه انجام بدن یا در آستان قدس حضور پیدا کنند یا مثلا به عنوان خادم به کشیک بیستن. و این امر فقط یک صورت تشریفاتی داشت، اما همه ساله دو بار، یکی روز تولد امام رضا، یکی روز نوروز، عید نوروز، آنها به عنوان خادمین امام رضا پیشکش ها و نقدینه هایی را دریافت می کردند که مبالغ آن هم بر اساس موقعیتشان قابل توجه بود. گاهی آنها به عنوان اینکه خادم امام رضا هستند، میهمانانی رو به مهمانخانه امام حضرتی دعوت میکردند که مهمانخانه ناگزیر بود برای آنها تشریفات بسیار مفصلی قائل بشود، که این کار برخلاف آیین نامه بود. آقای اسدی این دفتر رو به کلی تعطیل کرد.
و این رویه رو کنار گذاشت. همین امر موجب دشمنی بسیاری از بزرگان به خصوص ارتشیان نسبت به ایشان شد. در نتیجه ارتش و شهربانی شروع کردند همه ماه ضمن گزارش هایی به مرکز درباره ایشان مطالب منفی نوشتن. وقتی که موضوع تعویض کلاه و استعمال کلاه پهلوی پیش آمد، اسدی و کارکنان آستانه با این عنوان که آنها همه روزه به حرم مطهر رفت آمد میکنند و اگر با کلاه پهلوی وارد صحن بشوند، عوام که در صحن جمع شدند با آنها سنگ پراکنی می نمایند و آنها را مورد حمله قرار خواهند داد. به این جهت کلاه جدید را به سر نگذاشتند. در همین زمینه شهربانی مشهد گزارش مفصلی دارد بر مخالفت آقای اسدی با رفع حجاب و تغییر لباس برای دربار می‌فرستد، که وقتی به اسدی اطلاع می‌دهند که چنین گزارشی به دربار فرستاده شده، خود اسدی و تعدادی از کارکنان آستان قدس رضوی عکس‌هایی با کلاه پهلوی و کت و شلوار به خصوص و نشان آستان قدس رضوی تهیه می‌کنند و به دربار می‌فرستند تا اعلی حضرت متوجه فریبکاری‌ها بشود. اما حالا باید براتون تعریف کنم که انگلیس‌ها و آخوندیسم چه نقش‌ریزی داشتند و چه بلوا و آشوبی برپا کردند. آخوندی بود به نام بهلول که در نجف زندگی می‌کرد. آن روزها به دعوت آخوندهای مشهد و کمک و یاوری کنسولگری انگلیس در مشهد، بهلول به مشهد وارد می شود و در حیات خلوت کنسولگری انگلستان برای خودش محلی را ترتیب می دهد و تمام طرح و نقشه چگونگی بلوا را در همان حیات با حضور اعضا کنسولگری و بزرگان آخوندیس مشهد آماده میکنند، که به نوشته بسیاری از آگاهان، هم استاندار یعنی آقای پاکروان و هم رئیس شهربانی خراسان یعنی سرهنگ نوایی، از جزئیات طرح قضیه بلوا اطلاع داشتند. حالا روز پنجشنبه 19 تیر ماه 1314 آقای اسدی برای سرکشی که امور فریمان که شهر تازه نزدیک مشهد می ساختند از شهر خارج می شود. اما در همان روز هم آخوند بهلول در مسجد گوهرشاد به منبر می رود و مردم رو سخت علیه دولت و اقدام تعویض لباس تحریک می کند، به طوری که عامه مردم که در مسجد گوهرشاد به سخنرانی و گوش می دادند عصبانی می شود و به اجتماع حرکت می کنند و به بازار رضا حمله می نمایند و دست به چپاول غارت مغازه ها می گذارند. وقتی روز جمعه آقای اسدی به مشهد باز می گردد، به او گزارش می دهند که چنین اتفاقی افتاده. بعد آقای اسدی و همکارانش شخصا در بازار حاضر می شود و به کسبه و تجار اطمینان می دهند که علاوه بر جبران خسارت آنها اقدام هم می کنند تا این شورشی ها را مورد تعقیب قرار بدهند. اما صبح روز شنبه، یعنی دو روز بعد، به تحریک آخوندها که در مساجد مردم را دعوت به مقابله کرده بودند، اجتماع عظیمی در مسجد گوهرشاد و صحن کهنه تشکیل می شد و دوباره همان آقای بهلول آخوند نجفی به منبر رفت و چنان مطالبی را علیه دولت و رضا شاه و حجاب بیان کرد که موجب زد و خورد بین نیروی انتظامی و مردم در صحن مسجد شد و عاقبت نیروی انتظامی همه چاره را ناچار دید و چون متوجه شد که مردم گروه عظیمی هستند از زارعین که از خارج آمدند با بیل و کلنگ و از این حرفا و به
مقامات انتظامی حمله کردند. ناگزیر دست به اسلحه برد. در نتیجه تعدادی از مردم زیر دست و پا له شدند و چند تنی هم با گلوله از پای در آمدند. نیروی انتظامی و ارتش بالاخره توانست مسجد گوهرشاد و صحن کهنه را از مردم تخلیه کند، درها را ببندند و از رفت و آمد مردم جلوگیری نمایند. ولی یکی از عجایب آن بود که وقتی نیروی انتظامی به فکر دستگیری مقصرین افتاد، هرگز نتوانستند آخوند بهلول را که سبب اصلی این واقعه بود پیدا کنند، زیرا مأمورین خفیه انگلستان و آخوندها بهلول را از در عقب کنسولگری که در کوچه گنبد سبز باز می شد و درون کنسولگری هدایت کرده بودند و در را بسته بودند و مأمورین انتظامی حتی سالهای بعد هم نتوانستند به او دسترسی پیدا کنند، زیرا پس از هفته ها که او در مخفیگاه کنسولگری زندگی می کرد، شبی با لباس مبدل و به صورت یکی از اعضای کنسولگری او را از مشهد خارج کردند و با نام عوضی با هواپیما به نجف فرستادند. بهلول تا وقتی رضا شاه در ایران بود به ایران نیامد، ولی بعد از آنکه اوضاع در ایران تغییر کرد برگشت و آمد به تهران و تا آخر عمر هم در ایران زندگی میکرد. اما ارتش و شهربانی گزارش هایی برای دربار رضا شاه فرستادند و به اصطلاح فرصتی پیدا کردند، چون هیچ وسیله دیگه نداشتند، دق دل سالهایی که ایشان از پرداخت تحف و هدایا و حقوقها محروم مانده بودند و آقای اسدی جلو این کاری گرفته بود، دق دلی رو سر اسدی خالی کنند. ارتش و شهربانی گزارش دادند که آقای اسدی مسئول تمام این گرفتاری‌ها در مشهد بوده، زیرا ایشان مخالف بود با تغییر لباس و کلاه. رضا شاه هم در آن روزهایی است که هم داور، هم تیمورتاش، هم سردار اسد را از دست داده، تقریبا تنها مونده، تکیه‌اش فقط به ارتشی هاست و گزارش آنها را میپذیرد و با آنها اطمینان میکند. به این جهت وقتی گزارش این مطلب را از ارتشی‌ها دریافت کرد، دستور داد تا دادگاه‌های ارتش بدون تحقیق و بررسی آقای اسدی و همراهانش را به محاکمه دعوت کنند. خب تلگرافی هم به آستان قدس رضوی فرستاد و ایشون رو از کار برکنار کرد و صریحا هم دستور بازداشت موقت ایشون رو صادر فرمودند. اسدی که اصلا از این مسائل اطلاع نداشت و تصور نمی‌کرد که چنین وضعی برای او پیش بیاید، به علاوه او داماد مردیه که اون روز در سمت نخست وزیر ایران داره فعالیت میکنه و قاعدتا از همه قضایا مطلعه، خب خیلی خونسرد بازداش خودش تحمل کرد به انتظار آن که یا از طرف دربار یا از طرف آقای فروغی نخست وزیر یه مقاماتی بیاین و در این باره پرسجویی بکنن که چه اتفاقی افتاده، ولی هیچ خبری نشد. و خیلی سریع ظرف دو سه هفته دادگاه ارتش ترتیب محاکمه ایشان رو داد و ظرف سه روز محاکمه بدون حضور وکیل مدافع دادگاه ایشان را به اعدام محکوم کرد، بدون اون که پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده بشود. وسیله تلگراف به اعلی حضرت اطلاع دادن که آقای اسدی رو دادگاه ارتش به اعدام محکوم کرده. خب در همین روزها هم
خانواده اسدی یک نامه‌ای به آقای فروغی می‌نویسد که آقا دامادت زیر تیغ گیوتینه، میخوان اعدامش کنن، شما هیچ اقدامی نمی‌کنی، هیچ خبری از شما نیست. و از آقای نخست وزیر خواسته بودند که لااقل اگر هیچ کاری ازش بر نمیاد از شاه شفاعت کند و اسدی رو لااقل تبیدش کنند. گویا فروغی روزی به اعلیحضرت میگوید که قربان اجازه بدهید که اسدی رو برای همیشه از ایران تبعید کنند و برود به یه گوشه از دنیا که حتی نام اون کشور هم به گوشمان نمیخورد. ولی رضا شاه با پرخاش فروغی را از اتاقش بیرون میکند. فروغی در پاسخ بستگانش که از او استمداد کرده بودند نامه ای در چند سطر می نویسد. بالای آن نامه هم می نویسد در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، از من کاری بر نمی آید. حالا بدون توجه به این که آقای رئیس شهربانی دستور داده است تا تمام مکاتبات فروغی را از پستخانه برای کنترل به شهربانی بفرستند، این نامه هم عملا به دست جناب رئیس شهربانی می افتد که همان روز عین نامه را نزد رضا شاه می برد و به ایشان نشان می دهد که نخست وزیر شما چنین مطلبی نوشته است. و همین امر موجب شد تا رضا شاه فروغی را از تمام کارها و سمتهایش برکنار کند و او را خانه نشین نماید. و بلا فاصله هم اسدی بیگناه را اعدام کردند. ولی البته پس از آنکه رضا شاه از ایران رفت، فرزندان اسدی در دادگاه جنایی مشهد با عنوان عاده دادرسی پرونده را به جریان گذاردند و پس از فرسی‌های فراوان بالاخره دیوان عالی کشور حکم بر نقض حکم صادر داد و حکم براءت کامل آقای اسدی را هم صادر کرد. ولی خب دیگه دیر شده بود. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی من، این یکی از هزاران قصه است از گوشه هایی که با حجاب و تغییر لباس به اصطلاح سر کار داشت و این مشکل بزرگی شد، زیرا مردم ایران به خصوص اون گروهی که هنوز سر در آستانه آخوندیسم داشتن باور نمی کردن که زنها باید آزاد بشوند. و به علاوه ارتش هم که خودش رو همبسته رضا شاه می دید و همه کار می تونست بکنه، دست به چنین اقداماتی می زد که دور از انصاف و خرد بود. عزیزان من، این هم قصه بود از قصه های روز. امیدوارم که خیلی شما را آزار نداده باشه.